وضعیت نگران کننده مهاجران افغانستان در پاکستان، بیکاری و آینده نامعلوم. سلام بر شما، 7 آپریل و 18 حمل 1401 هجری شمسی است. با سقوط جمهوریت ده ها هزار هموطن ما به کشورهای همسایه از جمله به پاکستان مهاجر شدند. خیلی ها تلاش کردند در اداره مهاجرت سازمان ملل متحد ثبت نام کنند تا شاید کشور آنان را به عنوان مهاجر بپذیرد. اما عملا اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در پاکستان کدام برنامه مشخص در این مورد ندارد. بیکاری و بی‌سرنوشتی ده ها هزار مهاجر افغانستانی را در پاکستان شکنجه می کند. ضمن اینکه هر از گاه پلیس پاکستان نیز رویه بسیار بدی با آنان دارند. صاحب نظری رئیس پیشین جامعه مدنی ولایت بدخشان که اکنون در پاکستان به سر می برد، وضعیت مهاجران افغانستان را در آن کشور رقتبار می گوید. مهاجرینی که در پاکستان از افغانستان بعد از سقوط حساب حکومت پیشین در پاکستان آمدن، اینا بسیار دچار مشکل می باشند. مشکلشان ایست که اول در قدم اول که آمده این حساب اینا قدم می کنند، دونه ما یا دو ما و حساب وقت می گیره. بعد از دونه ما که یک انترویو می گیرند، می تن به یا سازمان ملل نمایندگیش به نامشار. بعد از او یک پرزگک می تن به یا که منتظر باشین که دوباره شما را زنگ بزنن به خاطر کار و شما با کارت بتن که یا در اینجا کار کرده بتانین یا گشت گذار کرده بتانین دیگر حسابشان معلوم شود. دیگر کسایی هستند که 6 ماه شده است و هنوز این ماه 8 شده است، هیچ کس دیگر بعد از ما ورق گرفتن یک کس زنگ شانم نزده. و مشکلاتی که اینا طریق خانه که شما میگن خانه بگیرین بدون سند خانه گرفتن نمیتونن، ویزا و پاسپورت ندارن. 50-60% مردم بدون ویزا و پاسپورت آمده کسند با ورقه که سازمان اینا نمیتونن که به حساب چی بگیرن، خانه بگیرن، اینا خانه گرفتن نمیتونن. فقط مشکل دیگه ایست که 50% از طبقه اونا از آمدگی هستن در اینجا بدون سرپرستن، یا مشکل دارن یا این مشکل دارن که در اینجا گشت گذار کردن نمیتونن، بعد به این ورق جا بخاطر پلیس اسناد ندارن. مشکل دیگه ایست که در اینجا زیادتری از این مردم لسان نمیفهمند. لسان هم نمیفهمند، اینا به نفهمیدن لسان سان در اینجا باز اینا کشتی گذار کردن نمیتونند، اسناد ندارن. کسایی هم که اسناد دارن، پاسپورت دارن، یک 20% یا 30% مردم یا هر دماغت باید ترخم بروان، از ترخم به حساب پس خلوی خروجی بزنن و پس بیان. دیگه در اینجا مشکل دارن، هر روز 12 دارن مسلمان ها به حساب مشکل دارن. سازمان ملل یک کمکی به یا رسیدگی کم میکنن، فقط که اما مشکلی ما با یک ورقه که در اینجا داریم حل نمیشه. ما مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات دوستان داریم، مشکلاتی داریم که در پاکستان گشت گذار کردن نمیتونیم، مشکلات امنیت داریم که در از همه بالاتر امنیت است که ما همیشه احساس ناامنی در پاکستان میکنیم. این مشکلات هایی است که همه مهاجرین افغان در اینجا دارن. این مشکل نه تنها اقتصاد که مشکلات اهمیت از همه بالاتر است. حاجی نوید دیگر مهاجر افغانستان در پاکستان نیز خواهان رسیدگی به وضعیت مهاجران افغانستان است. اینجا مشکلات هایشان گوناگون است، مشکلاتی که در حساب اقتصاد و در حساب شهروندی و که دیگه بود و باش و کار و بیکاری و تمام چیزا، و مهمترینش مشکلات سازمان است که سازمان دو مشکلات عمده را برای مهاجرین جور کردگی هستند که یک مشکلاتی که اولش مدت 2 ماه طول میکشد تا بایومتریک و ثبت سازمان میشن و بعد از او منتظر میشینند تا 5 ماه 6 ماهی که یا باز برشان اول بیا به انترویو دوم از یا تا او وقت زمان نه یا خانه گرفته میتونن با او ورق سازمان، نه یا کدام مشکلاتشان و حتی نمیتونن که در شهر هم گشت گذاری کرده بتونن، چون بسیاری از افغانیایی که آمدن در پاکستان یا غیر قانونی آمدن تقریبا، و کسایی هم که قانونی آمدن با او هم یک سلسله مشکلات هایی که هر دو مواد باید است وارد ترخم شوند و دخولی و خروجی پس بزنند و دیگه چیز بگیرند برشان از رالیستر کنند خود در حساب پلیس و چیزایی، یا هر کدام از یا برش خود یک سلسله مشکلات های بسیار عمده را جور کردگی هستند. و بنابر از این که مهمترین مشکلات آل فعلا همی هست که اقتصادشان و لسان و ای که خانه و دیگه چیزی نمیتونن دیگه برای خود جور کنن. قابل ذکر است اکثریت مهاجران افغانستان به صورت غیر قانونی وارد خاک پاکستان شدند و فاقد هر گونه مدارک قانونی اند. بسیاری از مهاجران افغانستان به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزا نمیتوانند برایشان کار پیدا کنند.
بیکاری، گیرانی و آینده نامعلوم چالش‌های عمده مهاجران افغانستان در پاکستان هستند. مهاجرانی که از ترس نمی‌توانند به کشور و زادگاهشان برگردند.